اگه اجازه بدی من بفرمایید آقای رئیس. مختصر مسائل رو از نظر پژوهش تطبیقی تلمودی بیان بکنم، نه فقط به عنوان پژوهشگر تلمود و همینطور پژوهشگر یعنی اسلام شناس. به هر حال در اندیشکده فارسی یهود ایرانیان ما سعی بر این داشتیم در از این سالهای اخیر در ادامه پژوهش‌های میدانی پروفسور نتر مسائل رو بدونیم، وجه مشترکات چیست و در پیوند دو ملت به چگونه ما میتونیم جدا موثر باشیم. حالا برمیگردیم به اینی که قبلا گفته شد، یعنی که اگر پرسش رو دقیقا مطرح بکنید پس من بیشتر بازش میکنم. بفرمایید. جناب اگر در من معذرت میخوام جناب رحیمی، امکانش هست مایکتون رو ببندین؟ صدا بر میگردم پیش دستم میسود دوستان ایراد بدم که توی اونها توضیح داده که در 3 روز اتفاق افتاد و حالا دوستان توجه کنین اگر در 1 روز هم این گردن زدن ها اتفاق افتاده باشه کار شاقی نیست. دوستان میگن که چطور مگه امکان داره در 1 روز؟ ببینین اینها رو بردن در محله ها در تم... چون یکی از جاری و سال اینها رو دسته به دسته می آوردن، دست چاقوکشان مدینه می دادن، دست اصحاب گرامی رسول الله می دادن، می بردن توی عرض کنم کوچه ها و بازار ها و فرض کنم خیابون های مدینه گردن می زدن و مگه یک نفر فقط مسئول گردن زدن بود؟ نبی طالب مولا در مومنین و عرض کنم که زبیر ابن عوان. بله البته داریم در جای دیگه هم داریم که 3 روز این گزار در 1 روز توسط علی ابن عبی طالب انجام شده. اون اشاره بهش کرد که اتفاقا درست بود. ببین برداشت شیعه دونیم همینطوره ها. برداشت شیعه مقدس یعنی از قرآن خیلی خیلی شبیه هست به اون برداشتی که دوستان جناب رحیمی و ناتان عزیز بهش اشاره کردن. من داشتم گوش میکردم جناب بزرگان این دین، من سعی میکنم ساده بگم موضوع رو، بزرگان این دین برداشت خودشون رو بنابر عقلانیت به مرور تکمیل کردن، یعنی در واقع این رو داشتن میگفتن که کتاب مقدس رو یعنی در واقع خدا هست کنار گذاشتن، یعنی به نوعی عقل بشری بهتر از عقل یهوه عملی مطلق است، دانایی مطلق است. این دانایی مطلق خیلی خیلی مهم هست. من یه چند ثانیه گوش میکنم اگه نکته اگه اجازه بدین نکنید. کلام الله آنچه که آمده و آیت الله که در اصل آیه رو آیه الله رو که در قرآن کریم آمده رو میاد و تفسیر میکنه به عنوان یک مجتهد. اجتهادی که ما در شیعه داریم دربهای اجتهاد بعد از قرن دهم در اهل سنت بسته شده. از این رو اون نوآوری، حالا میگم نوآوری و نواندیشی که در شیعه ما یافت میکنیم که بر طبق اجتهاد هست، خیلی مسائل بوده که آمده و باز شده و آنچه که اهل سنت که بیش از میشه گفت 85% تا 92% از اسلام رو تشکیل میده، حالا صحبت از بین 8 تا 15% اهل شیعه هستن با هلال شیعه و اسلام سیاسی من کاری ندارم در حال حاضر، یا جمهوری اسلامی که نیابت ولی الله رو دارن، نیابت امامت و امت رو، من وارد جریان سیاسی اون نمیشم، مسئله تاریخی رو داریم بررسی کنیم در حال حاضر. ولی اصل اینی که آنچه گفته شد که میگید آمدن تورات رو کنار گذاشتن، نه،
تورات جای و جایگاه خودش رو داره به عنوان یک متنی که آمده، متنی که سینه به سینه 3333 سال از دوران بیابانگردی 40 ساله که نوشته شده، که پیامبر یعنی موسی بن عمران اون رو نوشته و سینه به سینه به ما رسیده. اگر شما در یک پژوهش تطبیقی آن رو بیایید به عنوان آنچه که اعجاز قرآن گفته شده و در قرآن آمده، صحبت از 25 سال هست و حدیث نیست حدود 250 سال به طول انجام میده که به انجام برسه و تکمیل بشه. قرآن بر روی برگ نوشته شده، بر روی سنگ نوشته شده، روی پوست نوشته شده بوده، ولی در اسلام آن دوره پاپیروسی ما نداریم که نوشته شده باشه قرآن. آنچه که در دوران عمر یافت میشه و آنچه که در کوفه یا خط کوفی یا آنکه در یمن یافت شد، نمیدونم، به یاد ندارم جناب عبدالکریم سروش به چه گونه آمدن اون رو بررسی کردن، ولی آنچه که در یهودیت صحبتش میشه وحی هستش که به موسی بن عمران شده و آن نوشته شده و اندیشمندان یهود بر روی خردورزی خودشون این کدها رو میان باز میکنن بر طبق تفسیر که در 4 درجه گفته شده، میتونه در درجه اعلای یعنی معمولی خودش باشه، تحت و لفظی به صورتی باشه، به اون میگم شد پردس یعنی مثل پردیس پی که گفته میشه، یعنی آنچه که به صورت شاد تحت و لفظی اومده که ترجمه آن به چگونه هست، رموز آن رمز چه رموزی در اون چگونه نهفته شده. دراش وقتی که فردی میخواد این اندیشه ها رو بیاد تفهیم بکنه به مردم، سعی بر این خواهد داشت که بگه که بله، یعنی میاد خطابه ای رو میخواد عرض بکنه، باید از تشابهاتی استفاده بکنه که در اون موقع مورد تفهیم مردم قرار بگیره. و قسمت صد هست، یعنی رمز و رازی که در کبالا آمده که اون رو میاد به گونه دیگر تجزیه و تحلیل میکنه. ولی خردورزی و عقلانیت، آنچه که اندیشمندان در این 1500 سال از اون بهره‌مند شدن قبل از اینکه اسلام اصلا روی کار بیاد، بر این بودی که اون خردورزی رو در طرد یا جزمیت و دوگما بر روی نقد متون داشته باشن. این مسئله است، نه اینکه به کنار زده باشن، بلکه متونی رو مثلا شما در نظر بگیریم، من میخوام ساده تر این رو بیان بکنم. نگاه کنید، من به عنوان راهنما، به عنوان منتور، به عنوان یک فردی که به هر حال مشاورت خانوادگی، مشاورت مدیریت آموزشی خواندم، به هر حال کتاب راهنمایی رو دارم و دروس رو از طبق اون کتاب من باید به دانشجویان خودم بیام و به اونا بیاموزم، یعنی که به اونها یاد بدم. ولی اون رو من نمیتونم فقط اون چیزی که نوشته شده رو بیام بگم، پس میام و اون رو بر طبق تفهیم افراد، مثلا برای کودک من به گونه دیگر باید همون مطلب رو بیان بکنم، بر فردی که دانشجو هست به صورت ابسترکتر اون بتونم اون رو بیان بکنم. افرادی که به هر حال در یک جای زندگی میکنن که برای اونها باید شباهت هایی و باید امثالی شما بیارید که برای درک بیشتری از اونها داشته باشن، پس میگید که مثلا با کسی که دندان داره بهش میدید گوشت میدید بخوره، کسی که دندان نداره بهش میدید شیر. یعنی که فردی که تفهیم رو داره میتونه ابسترکت و به صورتی که عقلانیت رو داره
میتونید درجات عالی‌تر مسائل رو بیان بکنید و ایده ها رو به صورت یک ایده بیانش بکنید. ولی وقتی کسی نمیتونه اون رو درک بکنه، پس مجبوری شما این رو در حد کلاس اول، کلاس دوم، کلاس متوسطه و کلاس دانشجویی و پروفسور فکرش رو بکنید. پروفسور چگونه میتونه من دانش پژوه که تازه سال اول دانشگاهمو شروع کردم چگونه میتونه با من تماس حاصل بکنه؟ درست همین وضعیت رو داره در تفاسیری که اندیشمندان یهود بر این بودن از روی خردورزی خودشون بدون هیچ گونه بیان و در اون بیان یک یعنی دخالتی داشته باشن از نظر اینی که متون رو تغییر بدن. ولی کرائیم در قسمت بخش اول برنامه‌تون گفته شد آیا تغییری پیدا کرده یا نه. اگر شما تورات رو بعد از 2000 سال که یهودیان در تبعید بودن، یعنی که به آواره شدن بعد از معبد دوم که حدود 2000 سال میگذره، وقتی شما یکایک که تورات رو میایید و مقایسه با یکدیگر میکنید، میبینید که همه با هم یکیه. چرا؟ قدوسیت داشته آن نوشته ها. فردی که اون رو می نوشته می بایسته قدوسیت داشته باشه، می بایسته یعنی که همون نسخه رو بیاد و حالا دست خطا ممکنه فرق داشته باشه، ولی همون نسخه رو می بایسته بیاد در از 2000 سال پیاده بکنه. ولی در مقایسه با مثلا شما در اناجیل رو در نظر بگیرید، 400 نسخه اناجیل بوده. یا قرآن رو شما در نظر بگیرید، ممکنه صدها نسخه قرآن کریم بوده که اون رو در دوران عثمان آمدند و یعنی گروه رو به کنار زدن، گروه رو انتخاب کردن و اون رو به رشته تحریر در آورده. حالا من وارد جریان باقر مجلسی و حدیث هایی که نوشته شده که شیعه رو تثبیت بکنه نمیشم. جمع بنده بفرمایید. نه، همین که گفتم. ممنون. آفتین جان بفرمایید.